من دکتر محمد حسین نصر اصفهانی هستم، دانش آموخته دانشگاه کمبریج انگلستان و الان مسئول پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان هستم. خب در پژوهشکده زیست فناوری رویان حدود 5-6 بخش مختلف داره که یکی از بخشاش بخشای آندرولوژی یا کار اسپرم هست که ما انجام میدیم. همونجوری که میدونید نازا یک معضله در دنیا و وقتی که شما میخواید درمان کنید یک زوج نازا را، اولین کار تشخیصی انجام یک آزمایش اسپرم برای مرده. لذا مجموعه آندرولوژی ما در زمینه کیفیت اسپرم، قدرت لقاح، قدرت فعالسازی تخمک و اینکه وقتی یه اسپرم یه مشکل داره چه مشکلاتی داره، چگونه اینا را میتونیم با داروها رفع کنیم، چه کمکی به بیماران میتونیم بکنیم، اینا همش دغدغه فکری من بود. الان ما تو آزمایشگاه آندرولوژی هستیم و ما حدود فکر کنم یه 20 تا 25 تا دانشجو داشته باشیم توی این مجموعه و حالا دانشجوهای ما را شما می‌بینید که نشستند و دارن به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن. و رتبه تحقیقات ما در زمینه آندرولوژی در دنیا در پژوهشگاه رویان با همکاری مرکز باروری رتبه 7 دنیا را ما تونستیم توی این زمینه کسب کنیم. هم خانم دکتر تولایی، هم آقای دکتر نت، هم بچه‌هایی که اینجا هستن، بچه‌های آزمایشگاه و همه‌شون واقعاً تمام تجربیاتشون رو میگم بی هیچ خصاصتی در اختیار دانشجو قرار میدن و اینطوری بار الوی که ما کسب میکنیم وقتی از اینجا میریم بیرون بازم قلبمون برای اینجا میتپه. خانم دکتر که حالا دارن دانشجوی پی اچ دی ما هستن، البته ایشون جزء پرستارا بودن، هم دوران کروناشون صفر تا سخت میبدن سر کار، هم تحقیقشون رو کردن، هم به مردم رسیدن. ما اینجا باید براشون یه دست بگیم، براشون واقعا هم بزن. الان ما روش فعال سازی تخمک را بعد از میکرو اینجکشن برای اولین بار در ایران پایگذاری کرد و امروز و جایی که به مراکز نازایی هم مراجعه میکنن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این تحقیقات ما دارن سود میبرن و خب این باعث شده که همین تحقیقات نازایی شانس بارداری از هر سیکل نسبت به 10 سال پیش، الان مثلا 10 سال پیش شانس حاملگی در هر سیکل حدود 10-20% بود، الان حدود 40-50%. یعنی منظورم اینه که کسی نیست چای بیار میان میریزن، ولی خودتون هم دیگه راحت جهادی دیگه کار میکنی. انسان ما فیلمتون هم گرفتیم دیگه، اشکال که نداره. من خودم دوست داشتم بگیرم. دست شما درد نکنه. چشم، ممنونم از شما. وقتی همتش شد و جوانان دست بندن و ما اولین بار شبیه سازی را توی ایران انجام دادیم، به نظر من یکی از صدهای بزرگی بود که همین ما برای خودمون هم شکست. پس ما پروژه های دیگه را هم میتونیم انجام بدیم و بعد ما رفتیم پروژه مثلا تولید حیوانات تراریخت را انجام دادیم، پروژه همین شبیه سازی حیوانات بین گونه ای برای حیوانات در حال انقراض را همین ما همین چطور تا اونجایی که من فکر کردم یوز ایرانی هم ما بتونیم با این تکنولوژی نجات بدیم. البته دیگه من واقعا نه قدرت مالی داشتم نه همین زیر ساختاش را داشتم. سلام. آزمایشگاهی همین شبیه سازی ها جنین شناسیه که تو شبیه سازی انجام میشه. هر روز صبح دوستان ما میرن از کشتارگاه تخمدان های کشتارگاهی را میارن، تخمک ها را ازشون استحصال میکنن. همین همون قسمتیه که اون تولد رویان ها یا شبیه سازی بین گونه ای توی این آزمایشگاه انجام شده. شما اگر بخواید تو یک جمله ایران قوی رو توصیف بکنید چی میگید از ایران قوی؟ من میگم ایران قوی که دارای تکنولوژی های متفاوتی هست و میتونه برای تکنولوژی صحبت بکنه. خب کشوری که انرژی هسته‌ای داره، نانو داره، سلول های بنیادی داره، تو زمینه نازایی حرف داره تو دنیا بزنه، در سلول های بنیادی کارهای مهمی کرده. خب این کشور از نظر جایگاه علمی رتبه خوبی را در جهان میده.